بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید بعد از دیدن این برنامه مطمئنم خیلی تو میگید دست خوش دوست این برنامه رو یادتونه کوچ اجباری از قزه تو اونجا گفتم که نه تنها فلسطینی ها از سرزمین خودشون کوچ نخواهند کرد بلکه اسقاطیلی ها رو مجبور میکنند که از این سرزمین رخت بر ببندن ادعایی که دارم میکنم مبتنی بر حقیقت الان مقام چیزهایی رو به شما نشون بدم بذارید روی صفحه بیارم این رو بله دارید میبینید آغاز کوچ اسقاطیلی ها از فلسطین این چیزی هست که دارید روی صفحه میبینید نمای کلیشه حالا شاید توی تلگرام هم این رو گذاشتم که شما بتونید توی کانال ها و گروه هاتون استفاده بکنید چی نوشته؟ میگه در پی عملیات طوفان الاقصا و در کنار افزایش بحران های داخلی رژیم سهیونیستی شاهد صفحه های طولانی اسقاطیلی ها مقابل سفارتخونه های کشورهای اروپایی در تلاویو برای گرفتن گذرنامه و تابعیت این کشورها و حضور در دفاتر مهاجرتی این رژیم چون توتی اشفال، امیحال زیلبربرگ و درور هایک هستیم که نشان از آغاز کوچ اسکاتیلیا داره چقدر اسم دفاتر مهاجرتشون هم سخته همه چیز اینا درب داغونه یعنی نگاه میکنیم این آقا آدم کمر درد میگیره اسما رو ذکر میکنه اما بریم ببینیم 40 درصد از ساکنان رژیم سهیونیستی خواهان فرار از اونجا هم پرتغال 21020 نفر یعنی این تعداد کسایی هم که درخواست ویزا و تابعیت و اقامت و اینا داشتن فرانسه 2585 نفر ایتالیا 1428 نفر آلمان 1245 نفر بلژیک 1120 نفر سوئد 1025 نفر اسپانیا 1785 نفر این فقط این 6 هفته کشور اروپایی که نزدیکمونه رئیس سابق شرکت تسلیحات رافائل وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هم گفته که او و فرزندانش دیگه تمایلی به زندگی در اسقاطیل ندارن یعنی نه تنها مردم عادیشون البته عادی از این نظر که سمتهای بالا ندارن ها وگرنه ما اینا رو همشون نظامی میدونیم قاسب میدونیم این نشون میده که سرانشون هم دارن الفرار الفرار رو زمزمه میکنن قوانین یوتیوب اجازه نمیده وگرنه اینجا همون الفرار الفرار معروف رو باید ما یه زیر صدا میرفتیم که شما لذت ببرید منتها میتونید تو ذهن خودتون تصور بکنید الفرار الفرار رو بگید اما فاجعه آمیزتر از این خبری هست که چهارشنبه یا پنجشنبه بود که آمریکایی ها اعلام کردن گفتن محدودیت ویزا برای سفر اسقاطیلی ها لغو شده دپارتمان امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه یا پنجشنبه خاطرم نیست اعلام کرده که شهروندان و اتباع اسقاطیلی واجد شرایط الان میتونن تا 90 روز بدون ویزا به ایالات متحده سفر کنن البته قرار بود از سی نوامبر این اتفاق بیفته منتها دیدن اوزا قمر در اقربه به قول بچه ها اوزا قارش میشه برای همین تصمیم گرفتن زودتر از همین الان دکمه فرار رو فعال کنن که هر کس خواست فرار کنه یه دینگ بزن و یا علی فرار دولت بایدن ماه قبل گفته بود که اسقاطیل به برنامه معافیت ویزای ایالات متحده یا همون پی خواهد پیوست تری که به مسافرا همونطور که گفتم اجازه میداد البته مسافرای واجد شرایط که حالا در ادامه میگم چی هست بدون ویزا وارد آمریکا بشن مسافرای واجد شرایط باید از طریق سیستم الکترونیکی مجوز سفر گمرکات و حفاظت مرزی ایالات متحده یا همون سی بی پی رو برای دریافت مجوز اقدام کنن و برای واجد شرایط بودن مسافرها باید حتما پاسپورت بیومتریک فعال داشته باشن و قصد اقامت بیش از سه ماه رو نداشته باشن این پاسپورت بیومتریک همون چیزی هست که از طریق اعضای بدن حالا اثر انگشت چشم من نمیدونم چجوریه ولی میدونم که از طریق سیستم امنیتی و شناسایی طرف از رو بدن حالا چه اطلاعاتی اینجا رد و بدل میشه اینا شما نمیدونیم اما به گفته دپارتمان امنیت داخلی آمریکا مسافرایی که دارای اسناد مسافرتی غیر بیومتریک موقت یا استراری هستند یا اسناد سفر از یک کشور فاقد برنامه لغو قراردید هستن واجد شرایط نیستن یعنی کسایی میتونن برن که با آمریکا این قرارداد رو داشته باشن اما اونایی که واجد شرایط نیستن میتونن در عوض برای ویزای ایالات متحده درخواست بدن البته اونایی که الان تو اسکاتیلنوا فردا فکر نکنیم مثلا از ایران یه سری از این براندازا که تو داخل هستن میگن آخ جون قبله اون داره ویزا میده نه اینو داره برای اسکاتیلیا میگه مگر اینکه شما این اسکاتیل دوستی خیلی دوزش بره بالا شما رو به عنوان اونها بتونن مثلا جا بدن تو اونجا برید مثلا نکته ای که برای من خیلی جالب بود تو این قسمت آخر که گفته در عوض میتونن ویزای ایالات متحده بگیرن همین چی میگه دلیلشون اینه میگه سفر با ویزا ممکنه هنوز بهترین گزینه برای برخی از مسافرها باشه چون وقتی میگه 90 روز طرف یه امیدی داره یه نیمچه نگاهی دوباره به اسکاتی مثلا برگرده و اینا ولی میگه اونایی که یه دفعه میخوان برن یعنی دکمه فرار دائمی و ابدی رو بزنن میگه ویزا رو اقدام کنید از الان یعنی زمان رو از دست ندید یهو دید مثلا بچهای مقاومت اومدن بالا سرتون مثل اون اوایل طوفان الاقسا که با لباس خونگی و اینا مثلا, مثلا که سران ارتش قاسب و کودکش رژیم سهیونیستی رو که گرفته بودن جنرال های کل گنده رو با لباس های خونگی و خیلی راحتینا داشتن می بردن به حسارت یه اونجوری نشه اگه می خواهی زود باید اقدام کنی که شما را مجوری تو گونی نکنن اما الازهر مصر یک بیانیه داده بیانیه فوق العاده عالی آدم کیف میکنه میگه ملت عربی و اسلامی باید در وابستگی خود به غرب مستکبر اروپایی آمریکایی تجدید نظر اساسی کنه الازهر از هر خطاب به فلسطینیا گفته باید بدون که غرب با همه توان نظامی و ماشین های مخرب خود در مواجهه با شما یا رویارویی شما با آنها ضعیف و ترسان است نکتهش اینجاست میگه چرا که آنها در سرزمینی غیر از سرزمین خود میجنگند؟ و از آموزه ها و ایدئولوژی های منسوخی دفاع می کنن که در مرور زمان به مایه خنده بلکه گریه تبدیل شده است باید با چنگ زدن به دستورات خدا و رسولش و با استواری خود در برابر بربریت و حملات وحشیانه مقابله کنید از هر در ادامه تمام مسلمون های جهان رو مورد خطاب قرار داده و گفته همه ملت های اسلامی باید با قدرت سرمایه، ثروت و تجهیزاتی که در اختیار دارند از فلسطین و مردم مظلوم آن حمایت کنند. چرا که با دشمنی مواجه شدند که وجدان، شعور و احساس خود را از دست داده و به انسانیت، اخلاق و همه آموزه های پیامبران پشت کرده است. خب ما به نوبه خودمون در مسلمان تیوی تلاش کردیم که این کار را انجام بدیم توی کانال تلگرام هم مسائلی که مربوط به این هست رو من منتشر کردم آخرین واریزی هم که بچه های کانال داشتن برای کمک به قزده 26 میلیون تومن بوده که این رو من توی کانال تلگرام گذاشتم لینک کانال تلگرام زیر همین ویدیو هست حتما عضو بشید چون اخبار و کلیپ های دست اول رو اونجا به دلیل قانون کپیرایت یوتیوب زودتر از همه منتشر میکنیم که میتونید اونجا هم عوض باشید از مطالب ما لذت ببرید هر کسی که تو ایران هست من لینک سایت رهبر معظم انقلاب رو گذاشتم این دیگه خیریه و فلان بازیگر رو سلبریتی و اینا نیست که مثلا مثل زیبا کلام و بقیه که پول جمع کردن برای اون زلزله معلوم نشد چی شد یا بعضی از این فوتبالیست‌ها حساباشون بلوکه شد. اینجا دیگه سایت رهبر معظم انقلابه. لینکش مشخصه، لینکش رو من گذاشتم توی کانال، میتونید بیاید راحت روش کلیک بکنید، کارت بانکی داشته باشید، خیلی راحت میتونید به قضیه کمک بکنید. حتی یک ویدیو آموزشی هم درست کردم، گذاشتم توی کانال هست. اون ویدیو رو ببینید، دو سه دقیقه است. خیلی راحته، کار سختی نیست. هر کی بخواد اقدام بکنه میتونه. دوستانی هم که خارج از کشور هستن و دوست دارن این کارو انجام بدن، حتما میتونن توی تلگرام وارد بشن، عضو کانال ما بشن. تو قسمت بیوگرافی کانال کلیک بکنن آیدی شخصی من اونجا هست پیام بدن من راهنمایشون بکنم که چه کاری میتونن انجام بدن یا علی مدد التماس دعا خدا نگهدارتون